من فکر کنم جنبش دانشجویی که الان در این اعتراضات دانشجویی که در واقع در آمریکا داره شکل گرفته و چهره جدیدتری هم داره به خودش میگیره، این جنبش بیش از اینکه یه جنبش دانشجویی باشه جنبش دانشگاهیه، به خاطر اینکه افراد خیلی متفاوتی از دانشگاه، نه فقط دانشجوها، به این جنبش وصل شدن، مثل استادا، مثل کارمندها، و داره پیشروی هم میکنه بعضی از دبیرستان ها حتی، و نگاهی که به مسئله فلسطین دارند رو داره نشون میده که جامعه آمریکا یه نگاه متفاوتی از اون چه در گذشته داشته به مسئله فلسطین و جنگ خاورمیانه داره. یه جنبش در واقع بین نسلی و چند قشری توی دانشگاه های آمریکا حضور داره. توی دانشگاه نیو اسکول حتی استادا هم به زدن کمپ اقدام کرده، یعنی فقط این مسئله دانشجویی نیست. الان پتیشن هایی که نوشته شده، نامه هایی که استادها یا کارکنان دانشگاه تهیه کردن، جوین شدن به دانشجوها، یه اعتراض سراسری رو شکل داده که تا الان، یعنی 17 می، از 18 آوریل تا 17 می، حدود 2900 دانشجو از 65 دانشگاه آمریکا بازداشت شدند یا دستگیر شدند، و این میتونیم بگیم که توی تاریخ دانشگاه‌های آمریکا شاید یونیک باشه. از ویژگی‌هایی که این جنبش داره میتونیم بگیم که، یعنی پیکره بندی یک جنبش واقعی رو داره، هدفش مشخص، استراتژی‌های مشخصی داره، توافق‌نامه‌هایی که شده خیلی پیشرو هستش، و از همه مهمتر این که این گروه‌های متفاوتی که جذب این جنبش شدن، با این جنبش دارن همکاری می‌کنن، یه چهره خاصی رو برای این جنبش دانشگاهی که من دوست دارم اسمش رو بذارم تا دانشجویی، شکل داده که منحصر به فرده. حضور دانشجوها، اساتید و کامیونیتی یهودی در این جنبش خیلی مهمه و گارانتی میکنه هر گونه انحرافی که ممکنه گاهگداری نگرانش باشیم در فضای دانشگاهی. بسیار این اعتراضات مسالمت جویانه است، شما هیچ نفرت پراکنی درونش نمیبینید، مثل هر جنبش اجتماعی دیگه ضد جنبش خودش رو داره، و برای منی که از جامعه ایرانی میام و 18 تیر رو تجربه کردم، من 18 تیر دانشجوی دانشگاه تهران بودم، گاهی این ضد جنبش یادآور گروه های انصار الحزب الله و اون گروه های تندرو داخل ایران ما دیده بودیمش هست. مثلا دیشب گزارشی رو CNN داده از ضد جنبشی که روی توی دانشگاه UCLA بوده، و این افراد تندرو، این افرادی که در واقع حمله کرده بودن و آسیب زده بودن به دانشجوها، چجوری حتی حمایت پلیس رو داشتن و پلیس دخالت نکرده، در واقع تداعی اون هم میتونه برای کسایی مثل ما که دانشگاه تهران رو و اعتراضات دانشجویی رو دیدیم داشته باشه. اما اینکه این جنبش چی میخواد و چه استراتژی هایی داره میتونه کمک کنه که بفهمیم که یه اتفاق خیلی مهمی داره در آمریکا میفته که سیاست گذاری های حتی دولت آمریکا رو ممکنه در آینده تغییر بده، و نگاهی که جامعه آمریکایی به دولت اسرائیل داره. دانشجو در درجه اول آتش بس میخوان و قطع هر گونه حمایتی از دولت اسرائیل. استراتژیشون هم این بوده که بیان اعتراض کنن، کمپ بزنن، اردوگاه بزنن، چادر بزنن در مکانهای مهم دانشگاه و روزانه و شبها اونجا بمونن، و شاید این رو از همون در واقع اعتراضات اکیوپیشن، اشغال وال استریت یاد گرفته باشن. شروع کردن، درخواستایی رو دادن، در بعضی از دانشگاه‌ها موفق شدن با رؤسای دانشگاه در واقع به توافق برسن، آتش بس فوری میخوان، بایکوت تمام نهادها و سازمان‌هایی که از اسرائیل و جنگ دفاع میکنن، در واقع میخوان تمام سرمایه‌گذاری که دانشگاه‌ها دارن توی نهادهای طرفدار جنگ، طرفدار دولت اسرائیل، این سرمایه‌گذاری‌ها خارج بشه، نه تنها دانشگاهشون دیگه سرمایه گذاری نکنه بلکه این سرمایه ها رو هم خارج بکنه. مثلا تو شعارها میبینید که میگن No war with my tuition، با شهریه من حق ندارید جنگ راه بندازید، یا اسرائیل داره نسل کشی میکنه، آمریکا داره پولش رو میده.
خب این با توجه به اینکه بعضی از دانشگاه‌های خصوصی بین 50 تا 60 هزار تا هم شهریه دانشجو هستن، این حق رو برای خودشون طبق قانون اساسی آمریکا میدونن که دارن که دولت رو بازخواست کنن بابتش. دانشجو شفاف شدن جریان مالی رو میخوان که هر گونه ارتباط با این جنگ و دولت اسرائیل در واقع قطع بشه. اما نکته خیلی مهم در مورد پیشرو بودن این جنبش اینه که تمام دانشگاه‌هایی که حالا به توافق رسیدن یا توافق‌نامه‌هایی دارن که میخوان با رؤسای دانشگاه و هیئت امنا در واقع جلو برن، توجه به مسئله محیط زیست هم کردن. نه تنها باید این سرمایه‌گذاری‌ها خارج بشه از نهادها و سازمان‌هایی که سلاح تولید می‌کنن، جنگ طلبن و بایکوت کنن اونها رو، سرمایه‌گذاری‌ها رو هم خارج کنن، بلکه تمام سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در تغییرات اقلیمی دست دارن، یعنی سوخت فسیلی استفاده می‌کنن یا تولید می‌کنن. و این نشون دهنده اینه که ما با یه جنبش خیلی پیشرو تو آمریکا مواجه هستیم. و خب سوال میتونه این بشه که چی شده که دانشجوهایی که خصوصا تو دانشگاه‌های خیلی خوب آمریکا دارن درس می‌خونن، دانشجوهایی که میتونن بعد از فارغ التحصیلی بدون دردسر کار پیدا بکنن، باید جذب یه همچین جنبشی بشن و همچین دغدغه‌ای رو برای مردمی در یه جای دیگه دنیا داشته باشن. این غیر از اینکه احترام ما رو به جامعه دانشگاهی آمریکا افزایش میده، نشون دهنده یک تاریخ مبارزاتی هم تو این جامعه هست. خیلی اشاره میکنم به اتفاق مثلا 7 اکتبر. حالا غیر از اینکه نیروهای پیشرو داخل آمریکا و خاورمیانه قبل از 7 اکتبر حماس رو قبول نداشتن، چه برسه بعد از اتفاقی که بعد از 7 اکتبر افتاد. اما نکته مهم اینه که این جنبش حق مدنی در آمریکا یا جنبش جان سیاهان مهم است، توی آمریکا به دانشجو و نسل جدید چیزی رو یاد داده. No justice, no peace. اگر عدالتی وجود نداشته باشه، شما نمیتونید هیچ صلحی رو ببینید. به اضافه اینکه اینا دغدغه دارن، اینها معتقدن اتفاقی که در غزه داره میفته یک نوع نسل کشی هست و میخوان که متوقفش کنن. و نکته مهم اینه که فکر میکنن چنین قدرتی رو دارن و دارن این کار رو انجام میدن. بنابراین من میتونم بگم که این جنبش پیش رو در آمریکا یک سابقه ای داره از جنبش حق مدنی، جنبش فمینیستا در آمریکا و جنبش جان سیاهان مهم است که یاد گرفتن که چجوری اعتراضات خودشون رو سازماندهی کنن، چجوری به عدالت اجتماعی توجه کنن. هفته پیش در دانشگاه ما چند تا یعنی یک گروهی از دانشجوها یک برنامه‌ای رو تدارک دیده بودن برای بحث عدالت زیست محیطی در فلسطین که من دیدم که شاخصهایی رو که میارند، آمارهایی رو که میارند، مثل همون چیزهایی که توی کلاس ها درس داده میشه و چطور این موضوع رو ربط دادم به یه مسئله عدالت زیست محیطی که امروز تو آمریکا خیلی مهمه، یعنی همه بهش توجه میکنن. خب سالهام هست که بچه‌هایی که توی آمریکا هستن با دیدگاه‌های پیشروی آشنا میشن. مثلا همین کتابی که ما درس میدیم برای عدالت زیست محیطی در کلاس‌های نورث وسترن اشاره مستقیمی داره، یک فصلش به وضعیت فلسطین. کتاب 2017 نوشته شده، مسئله غزه رو مطرح میکنه، بی‌عدالتی و یک نظام آپارتاید که در واقع یک گروه اجتماعی رو از هر گونه حقش داره محروم میکنه. همه اینها دست به دست هم داده که ما در جامعه آمریکایی در حال حاضر مواجه بشیم با یکی از پیشروترین جنبش هایی که برای یک جای دیگه ای داره اقدام میکنه و میدونه که خب مسئولیت هم داره به خاطر اینکه حمایت دولتی که وجود داره از دولت آمریکا از نظام اسرائیل. یه نکته که حالا مهمه که من بخوام به دانشگاه خودم نورث وسترن و هاروارد اشاره کنم روی توافقنامه‌هایی که شده، این دانشجوها تونستن با هیئت امنا جلسه برگزار کنن، نه با یک کارمند، نه با یک مدیر مثلا پایین، با سرمایه‌گذارای کلان دانشگاه‌هاشون و از اونها بخوان که این شفاف سازی مالی رو داشته باشه. و شاید برای خیلی از ایرانی‌ها جالب باشه که در یک نظام دموکراتیک مثلا دموکراسی مثل آمریکا ما دسترسی به خیلی از سرمایه گذاری های مالی دانشگاه ها نداریم توی دانشگاه های خصوصی، این در حالی که دانشجوها دارن هزینه خیلی زیادی میدن بابت درس خودشون. این سرمایه گذاری ها رو دوست دارم بدونن که کجا میره. مثلا 50 میلیارد دلاری که سرمایه گذاری هاروارد، باید مشخص بشه از کدوم سازمان ها، از چه گروه هایی داره
حمایت میکنه، دلشون میخواد یه مرکز یا سازمان یا گروهی رو داشته باشن که روی فلسطین یا مسئله خاورمیانه مطالعه بکنه. فضای دانشگاهی خب مسلمه که یه همچین چیزی براشون مهمه، اگرچه تو هاروارد بعد از این توافقنامه رئیس ممکنه چیز دیگه ای گفته باشه، ولی این چیزیه که جنبش دانشجوییشون یا توافقنامه‌شون طلب کرده. در هاروارد 60 دانشجو بازداشت شدن ظاهرا، و دانشجوها چیزی که میخوان اینه که این افراد که بازداشت شدن آزاد بشن و تعلیق هم نشن و هیچ مجازاتی هم براشون در نظر گرفته نشه، و گفتگوها خب داره ادامه هم پیدا میکنه. در دانشگاه ما هم تقریبا همین بوده، اینکه چقدر این سرمایه گذاری ها ارتباط داره با نهادهای جنگ طلب یا شرکت هایی که اسلحه تولید میکنن، دوست دارن که یک اتاق به خاورمیانه اختصاص داده بشه یا چند تا از پژوهشگرا و دانشجوی دکترای فلسطینی اینجا بیان، چون فکر میکنن هرچی مطالعه و آگاهی در مورد مسئله فلسطین افزایش پیدا کنه، جامعه آمریکا بیشتر حساس خواهد شد به این قضیه. و این برداشت رو جامعه آمریکایی داره که در واقع حمایت مطلق آمریکا از اسرائیل تأثیر داشته در این قتل عامی که داره رخ میده و اونا میخوان اینو متوقفش کنن. در کل اگر بخوایم به این جنبش اعتراضی نگاه بکنیم از دید یک نفر مثل من که روی جنبش‌های اجتماعی کار میکنه، من میتونم بگم یک جنبش کاملا منسجمیه، یه جنبشی که هدف داره، استراتژی‌های خوبی هم طراحی کرده، نوع اعتراضی که داره از فرصتی که در جامعه آمریکایی هست، یعنی جامعه مدنی داره استفاده میکنه، و خب دوچار یه شوک هم شده به خاطر اینکه سرکوب خیلی شدیدی رخ داد. دانشجوها طبق قانون اساسی و طبق شرایطی که هر دانشگاه داره میتونن اعتراض کنن، میتونن بیان توی کمپس و مسالمت جویانه بدون اینکه اسلحه حمل کنن حرفی بزنن، اعتراضی کنن، درخواستی رو مطرح کنن. اما خب در خیلی از دانشگاه ها پلیس وارد شد، همونطور که گفتم ظرف یک ماه 2900 دانشجو بازداشت شدن. خیلی از استادها شروع کردن به نامه نوشتن، ویدیو تهیه کردن و به یک نوعی به خود جنبش متصل شدن که بگن دانشجوهای ما این حق رو دارن که اعتراض کنن و رؤسای دانشگاه باید از این حق حراست کنن، در واقع یکی از وظایفشون این هست. این جنبش به نظر من میتونه در آینده تاثیر خیلی مهمی روی جامعه آمریکایی و نهادهای دیگه هم بذاره غیر از دانشگاه، همونطور که الان دبیرستانی ها در واقع اعتراضات شروع شده. اما اگر در کنار این جنبش نقش خود ما رو در نظر بگیریم، چون فضای فارسی زبان و جامعه ایرانی تا حدی خصوصا اپوزیسیون راست ایرانی مسئله داره، چالش داره، شبکه های فارسی زبان رفتارهای واقعا شرم‌آوری داشتن در قبال این نسل کشی، اما این نکته که خیلی مهمه اینه که این تلاشی که اینها دارن میکنن آگاهی جامعه یه بخش از جامعه آمریکایی رو ببرن بالا در مورد تاریخ یک نظام آپارتاید، استعمار یا اشغال فلسطین که یه تاریخ 70 ساله داره، نه از 7 اکتبر، این شاید یه درسی باشه برای ماها که ما نیاز داریم فضای فارسی زبان رو بیشتر اشغال کنیم برای اینکه این رو توضیح بدیم. من بارها شنیدم که جامعه ایرانی فکر میکنه که زمین‌های فلسطینی‌ها فروخته شده یا فلسطین رو تقلیل میده به مسئله حماس. این درست مثل این میمونه که ما و مردم ایران تقلیل پیدا کنیم به دولت اسلامی ایران. و یه نکته دیگه ای که حالا خیلی ها ممکنه بگن که یک ضعف جنبشه، ولی من این رو بیشتر مسئولیت مایی میدونیم که از خاورمیانه میاییم و در واقع گروه های پیشرو جهان اسلام هستیم، به هر حال ما متولد خاورمیانه هستیم، و اونم اینه که ما خطر اسلامگرایی و گروه های مثل حماس رو خیلی وارد فضای آکادمیک نکردیم، در موردش حرف نزدیم. این وظیفه ماست، همونطور که گروه های پیشروی یهودی دارن این رو بست میدن در فضای دانشگاهی و رسانه های آمریکایی و خیلی مطالب خیلی خوبی از اکتبر تا الان چاپ کردن، این وظیفه ماست که خطر در واقع این مقاومت ارتجایی رو هم نشون بدیم. من دارم در مورد حماس حرف میزنم نه در مورد فلسطین.
یه اتفاق مهمی که باید بیفته توسط ماهایی که از خاورمیانه میاییم و دیدگاه های ارتجاعی نداریم، نقد این مقاومت ارتجاعیه و در حال حاضر خیلی سخته. ما با یک نسل‌کشی مواجهیم، ما با یک نظامی که خیلی راحت جلوی چشم این همه رسانه و نهادهای سازمان ملل که محکومش کردن داره به این نسل‌کشی ادامه میده، به این قتل عام ادامه میده. شاید این خیلی سخت باشه که الان ما در مورد این مقاومت ارتجاعی و گروه‌های ارتجاعی مثل حماس حرف بزنیم، اما باید یاد بگیریم که چطور اینو فرموله کنیم و با جهان خودمون در واقع این ارتباط رو برقرار کنیم و بتونیم این رو بیان کنیم، فریمش کنیم که از درون چنین مقاومت ارتجاعی هیچ رهایی بر مردم منطقه شکل نمیگیره. یعنی اگر این نظام آپارتاید اسرائیل رو بخوایم دیلیتش کنیم، ورش داریم نظام آپارتاید رو، نه خود چیزی که در جایگاهش بخواد حماس بذاره، یک نوع نظام آپارتاید دیگه است. و این بحثیه که باید در درون شاید آکادمی هایی که بک‌گراند خاورمیانه ای دارند شکل بگیره. شاید یکی از نقش های ما در این قضیه این باید باشه. در کل ما با یک جنبشی طرف هستیم که تغییرات مثبتی رو داره ایجاد میکنه، داره یک مبارزه میکنه و این مبارزه برای یه امر رهایی بخشه. خیلی از این دانشجوها میتونن خیلی راحت بعد از فارغ التحصیلی کار پیدا کنن و به اون رویای آمریکایشون دست پیدا کنن، اما دغدغه‌ای دارن که باعث میشه ما احترام خاصی برای این جامعه از این به بعد قائل باشیم، یعنی بیش از اون چیزی که به خاطر اینکه کار مهمی دارن میکنن. چند شرکت و سازمان گفتن که دیگه دانشجوهای کلمبیا رو استخدام نخواهند کرد و این خودش نشون دهنده یک مبارزه سیستماتیکه که این بچه‌ها با توجه به تمام این هزینه‌ها دارن انجام میدن. خیلی از استادا اخراج شدن، خیلی از ماها به همون هشدار داده شده که مراقب باشید چی میگید، کجا میرید، چه حرفی رو دارید میزنید. به نظر میرسه یک مبارزه خاصی تو جامعه آمریکایی شکل گرفته که دانشگاه‌های آمریکایی نقش بسیار مثبتی داشتن درونش. من فکر می‌کنم که این یه آینده خیلی خوبی رو میتونه برای فضاهای دانشگاهی ایجاد کنه که نگاه انتقادی رو گسترش بده. ماهایی هم که از جامعه خاورمیانه میاییم باید در واقع تلاش کنیم که نقش خودمون رو اینجا پیدا کنیم. یه نقش ما در کنار در واقع دانشگاهی های دیگه قرار گرفتن، همونطور که خیلی از ما وارد شدیم حمایت کردیم، از ما خواسته شده بود وقتی پلیس وارد دانشگاه میشه در واقع کنار دانشجو وایسیم، صحبت کنیم با رؤسای دانشگاه ها که خشونتی رخ نده، این حق طبیعی دانشجوهای ماست که اعتراض بکنن. اما در کنار همه اینها ما یه وظیفه خاص دیگه هم داریم که میتونه به این جنبش چند قشری و چند نسلی آمریکا وصل بشه و اونم نقشیه که خود ما داریم به عنوان دانشگاهیایی که از خاورمیانه میایم و خصوصا ما ایرانیایی که تجربه اسلامگراها رو داخل ایران داریم. و این شاید بتونه در آینده جامعه دانشگاهی خود ما در ایران هم تاثیر مثبتی بذاره. در کل اگر من بخوام جمع بندی کنم صحبت هام رو، ما میتونیم بگیم که یک جنبش دانشگاهی خیلی آگاهی در آمریکا شکل گرفته، متاسفانه سرکوب خیلی بدی شده. به نظر میرسه که ما توی آمریکا خیلی راحت میتونیم دولت آمریکا رو نقد کنیم، اما دولت اسرائیل رو انگار نمیشه. هر نوع نقدی به دولت اسرائیل به عنوان یک عمل ضد یهودی برداشت میشه، تفسیر میشه و شاید حضور دانشجو و اساتید و کامیونیتی یهودی کمک کرده که اتفاقا این قضیه زیر سوال بره. ولی با توجه به همه این حرف ها میتونیم بگیم که جامعه آمریکایی در آینده نگاهش به مسئله فلسطین و اسرائیل و کمک های دولت آمریکا به اسرائیل یک شیفت بزرگ خواهد کرد. من فکر میکنم که دولت اسرائیل دیگه اون اعتباری که در گذشته داشته حداقلش اینه که بین دانشجوها یا دانشگاهی‌ها یا قشر فرهیخته آمریکایی دیگه نخواهد داشت. اما در این حال فکر میکنم به عنوان یک ایرانیه که در این دانشگاه‌ها توی این فضا هستیم، ما هم یه وظایفی داریم که موظفیم به اون وظیفه بپردازیم. ما نیاز به یه فضای دموکراتیک داریم که در مورد این حرف بزنیم و الان این فضای دموکراتیک توی دانشگاه‌های آمریکا برای ما مهیا هست.
به هر حال ما همچنان در میانه این جنبش هستیم، خیلی زود تفسیرهای بزرگی در موردش داشته باشیم، ولی تا اونجایی که من از تعریف جنبش اجتماعی، هدفش، استراتژی‌هاش آگاه هستم، میتونیم بگیم که با یک جنبش واقعی سر و کله داریم میزنیم، یک جنبشی که فرای جنبش دانشجو، یک جنبش دانشگاهیه، آگاهه، میدونه چی میخواد، برای خودش هدفش و استراتژی‌هاش رو تعریف کرده و از همه مهمتر اینه که دراز مدته، یعنی چیزی نیست که به این سرعت تغییر کنه. همین که شما در جامعه هستید که داره از شما شفاف سازی مالی رو برای آینده میخواد، همین که مسئله فلسطین رو داره ربط میده به مسئله حتی محیط زیست، همین که دانشجوها در طول این چند ماه سمینار میذارن، گروه میذارن، صحبت میکنن، همین که به صورت دموکراتیک به ما ایمیل میزنن و میگن متاسفیم امروز سر کلاس نمیای، ما باید برای اعتراض بریم، ما داریم اعتراض میکنیم به نسل کشی، این خبر خیلی خوبیه. به اضافه اینکه خیلی از این دانشجو دانشجوی آندرگراد هستن، همون جنریشن زی، نسل زی که ما تو ایران هم دیدیم جنبش زن زندگی آزادی رو چجوری رقم زدن. این نسل خیلی حساسه به عدالت، این نسل خودش رو یهودی، مسلمون، آمریکایی، فلسطینی، عرب تعریف نمی‌کنه. این نسل شاید بتونه تغییرات بهتری رو برای آینده ما رقم بزنه، ولی به هر حال سرکوبی هم که علیه این نسل شد و علیه در واقع پشناش، آرزوهاش که آمیخته به عدالت برای همه هست، جای نگرانی داره. همه ما نگران هستیم. خیلی از استادا که وارد شدن که توافق نامه با دانشگاه داشته باشن، در واقع نگران این سرکوب بودن، دلشون نمیخواست دانشجوهاشون بازداشت بشه. خیلی از این بازداشتی ها ممکنه تا آخر اون برای پیدا کردن کار دچار مشکل بشن و با این آگاهی وارد این اعتراض شدن. جمله بندی هایی که اینها میکنن، خود من وقتی که یه نگاهی به دانشجوهایی میکنم که ایمیل میزنن مثلا امروز داریم میریم اعتراض و نمیتونیم سر کلاس بیایم و مقایسه میکنم، یعنی نگاه میکنم به کارهایی که در گذشته سر کلاس کردن، تئوریسین هایی که بلد بودن، وقتی از بلهوک مثلا سر کلاس حرف میزنم، بحث و گفتگوهایی که سر کلاس دارن، من رو قانع کرده که در واقع ما با یه قشر آگاه و انتقادی در جامعه آمریکا مواجهیم و گوش میدن، حرف میزنن، همدیگر رو نقد میکنن. هنوز این توافق نامه ها تو آمریکا یه درگیری در اون گروهی هم ایجاد کرده، یه عده دیدگاه های رادیکال تری دارن، یه عده خوب ندارن، یه جاهای کانفلیکت ایجاد شده، درگیری ایجاد شده، ولی در کل مبارزه‌ای که ما داریم میبینیم مبارزه‌ای که من میتونم بهش بگم امیدوار کننده است. از جنبش‌های قبلی آمریکا چیزهای زیادی یاد گرفته، خصوصا جنبش جان سیاهان مهم هست، خصوصا جنبش مدنی آمریکا که سابقه خیلی طولانی داره. سازماندهیش رو من میتونم بگم که از جنبش اشغال وال استریت مثلا یاد گرفته، کمپ زدن چادراشو. اما به نظر میرسه که یک صدای جدیدی هم داره تولید میکنه، صدایی که در آینده میتونه به ما کمک کنه چیز بهتری رو خلق کنیم. ما داریم خیلی چیزا از بچه‌ها و دانشجوامون یاد می‌گیریم. ما داریم یک نگاه جدیدی رو به جهان می‌بینیم و این خیلی مهمه که دانشجو یهودی ما، مسیحی ما، مسلمان ما، دانشجوی که از خاورمیانه میاد، دانشجوی وایت آمریکایی کنار هم وای میستن، با هم دیگه غذا درست میکنن، با هم دیگه گفتگو میکنن، گوش میدن، نقدها رو میپذیرن، با هم دیگه دیالوگ دارن تا ببینن چه عکتی داشته باشن. بس همه مهمتر این که دغدغه دارن، دغدغه قتل عام در یک جای دیگه دنیا رو، و باور دارن که میتونن متوقفش کنن. این باور و این عمل کرد برای من خیلی قابل احترامه و نه به عنوان یک کسی که جامعه شناسی که روی جنبش اجتماعی کار میکنه، به عنوان یه معلم من واقعا میتونم بگم که به دانشجوهای خودمون در آمریکا واقعا افتخار میکنم. امیدوارم که مسیر خیلی بهتری رو به همه ما نشون بدن.